به مناسبت آغاز سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و سال روز قتل حکومتی مهسا امینی، تلویزیون شورای مدیریت گذار برنامه های خودش رو به بررسی این جنبش بزرگ تاریخی اختصاص داد و سعی کرد که اعضای شورای گذار با بیان نظریات خودشون از زوایای گوناگون به اون بپردازن. در ادامه این سلسله برنامه ها، امروز میزبان دو تن دیگر از اعضای شورای مدیریت گذار هستیم. خانم نژاد هاشمی، عضو هیئت دبیران شورا، در مورد اهمیت بزرگداشت یاد جوانان و همه کسانی که در سراسر ایران برای دفاع از آزادی جان خودشون را از دست دادن برای ما در ادامه صحبت خواهند کرد و در واقع نقش این موضوع رو در تداوم انقلاب زن زندگی آزادی توضیح میدن. و جناب آقای حمید آقایی، مهمان دیگر ما، عضو هیئت دبیران شورا، نیز به این سوال پاسخ خواهند داد که تجارب مختلف جنبش مهسا از نظر شیوه ادامه مبارزه، شیوه سازماندهی و درس هایی که اپوزیسیون از این جنبش گرفت کدام ها هستند و عمده ترین اونها رو با ما در میون خواهند گذاشت. با ما باشید با این برنامه شما و شورا. خوش آمد میگم خدمت خانم شمیلا نژاد هاشمی و آقای حمید آقایی از اعضای شورای مدیریت گذار. سپاسگزارم که وقت خودتون رو به این برنامه شما و شورا اختصاص دادید. سلام به شما خانم نقیه و همینطور جناب آقای آقایی و بینندگان تلویزیون گذار. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نقیه عزیز و خانم نژاد هاشمی گرامی و بینندگان تلویزیون شورای مدیریت گذار. خب به مناسبت آغاز سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و سال روز قتل حکومتی مهسا امینی، تلویزیون شورای مدیریت گذار برنامه خودش رو در واقع به بررسی این جنبش بزرگ تاریخی اختصاص داد و سعی کرد که اعضای شورای گذار با بیان نظرات خودشون از زوایای گوناگون به این بپردازند و در واقع در ادامه این سلسله برنامه ها امروز میزبان شما عزیزان هستیم. اگر اجازه بدید ما با جناب آقای حمید آقایی آغاز میکنیم و سپس برمیگردیم به خانم شمیلای عزیز. آقای آقایی، تجارب مختلف جنبش مهسا رو در واقع از نظر شیوه ادامه مبارزه، شیوه سازماندهی و درس هایی که اپوزیسیون از این جنبش گرفتن میخوایم که امروز لطف کنید برای ما بگید که کدام ها هستن و در واقع عمده ترین اونها رو با ما در میان بگذارید. به باور من این جنبش تونست سه گسل مهم در جامعه ایران رو از جمله گسل نسلی، گسل جنسیتی و گسل حاشیه و مرکز قومیتی رو فعال بکنه. گسل هایی که در طول 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی به دلیل تبعیض سیستماتیک در واقع هر روز عمیق‌تر شده بودند و انباشته از خشم و اعتراض مردم بودند و این جنبش تونست که در واقع این گسل‌ها رو باز بکنه. از سوی دیگه فراگیری این جنبش و همبستگی و خواسته های مشترکی که مردم در سراسر ایران از آذربایجان تا بلوچستان، از خوزستان تا خراسان و شمال ایران و گیلان و مازندران در واقع تحت شعار زن زندگی آزادی اعلام می‌کردند، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این در واقع جنبش بود. ما کمتر در واقع در جنبش های پیشین چنین همبستگی رو نداشتیم و ندیده بودیم و شعارهایی که در واقع بیت اصلیش و شاه بیتش این بود جانم فدای ایران، چه کردستان یا بلوچستان یا سیستان. از سوی دیگه این جنبش اساسا تونست هنری رو، هنرهای اعتراضی رو در واقع خلق بکنه که ما به هیچ وجه شاهد اون نبودیم در جنبش های پیشین. شاید اگر بخوایم بریم خیلی عقب در دوران جنبش مشروطه، ما شاهد در واقع هنرهای اعتراضی در قالب اشعار بودیم و شعرهای اون موقع، ولی اگر ببینید که در واقع بنیانگذارش و آغاز کنندهش در ترانه برای از سوی شروین حاجی پور بود،
هر روزه ویدیو کلیپ هایی منتشر میشه از اعتراضات مردم و این بی سابقه است واقعا. از سوی دیگه این جنبش تونست جهانی بشه و توجه جامعه جهانی، نهادهای مردمی و جوامع بین الملل و نهادهای دولتی رو جلب بکنه و حمایت بسیار گسترده ای ازش شد. از سوی دیگه یکی از آثار خوب این جنبش این بود که موجب ریزش در نهادها و بدنهای به صلاح این رژیم و عناصر این رژیم شد. کسایی که حتی وابستگی خیلی ایدئولوژیک داشتن الان اکنون به طور خیلی مشخص علیه خامنه ای موضع میگیرن. روزنامه نگارانی که به هر حال در نهادهای یا روزنامه های دولتی و حکومتی قلم می زدن ولی الان مستقل شدن و بسیاری از اصلاح طلبان به گذار رسیدن، گذار طلب شدن، حالا بگویم خودشون تحول طلب ولی به هر حال پیوستن به صفوف مردم. و از سوی دیگه شاهد این هستیم که نهادهای مردمی مستقل به تدریج شکل گرفتن بر اساس تجربیاتی که این دوره ما داشتیم و این نهادها اگرچه مخفی هستند ولی ما شواهدش رو میبینیم. این نهادهای مردمی و همچنین نهادهای موجود، انجمنهای صنفی، چه کارگران، معلمان و دانشجویان واقعا اعتماد به نفس پیدا کردن، فعال شدن و حضور خیلی جدی دارن در صحنه. از سوی دیگه یکی از آثار دیگه این جنبش این هستش که میبینیم رسانه، نقش رسانه اساسا عوض میشه. اگر در گذشته جنبش های ایران رسانه های رسمی و مینستریم تلویزیون های رسمی نقش داشتن، الان در واقع همین رسانه های شبکه ایش رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام، اینستاگرام در درجه اول منعکس کننده اخبار هستن و گزارشات، فیلم ها رو منتشر میکنن. مردم خودشون همه شهروند خبرنگار شدن و تلویزیون های رسمی در واقع منابع خبریشون اونجاست، از اونا تغذیه میکنن. خانم نجات هاشمی، آیا موردی هست که بخواین اضافه کنید به صحبت آقای حمید آقایی؟ بله، من یک موضوعی که برام اهمیت داره و آقای آقایی هم در خلال صحبتاشون و در میان صحبتاشون به درستی بهش اشاره کردن، استفاده از فضای مجازی و سوشال میدیا بود. ببینید، من مشخصا در مورد جنبش دادخواهی میخوام بگم. ما 43 سال جنبش دادخواهیمون قدمت داره. درسته چند سال فعال شدن، ولی این فعال شدن هم واقعیتش به دلیل وجود فضای مجازی بوده. یعنی فضای مجازی تونست افراد دادخواه رو پیدا بکنه، همدیگر رو پیدا بکنن و یک جنبش دادخواهی رو شکل بدن و به تبع اون مطالباتی که خانواده های دادخواه دارن، با توجه به اینی که ما با یک حکومت بسیار سفاکی روبرو هستیم و ثبت شدن این درخواست ها در صفحات مجازی این خانواده ها و مشخصا سازمان هایی که دارن کار دادخواهی رو جلو میبرن، خیلی کمک بزرگی میکنه برای اینی که ما وقتی که در پس از گذار از جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در دوره عدالت انتقالی، بتونیم پرونده هایی رو که در فضای مجازی ثبت شده، روایاتی که ثبت شده، مستند شده، حالا توسط سازمان های حقوق بشری، توسط خود این افراد، بتونیم به عنوان سند استفاده بکنیم برای اینی که در دوران عدالت انتقالی بشه به درستی ازش استفاده کرد. این چیزی بود که من دوست داشتم بهش اشاره بکنم. خانم نجات هاشمی، اجازه میخوام که ازتون در واقع امروز بخوام در مورد اهمیت بزرگداشت یاد جوانان و همه کسانی که در سراسر ایران برای دفاع از آزادی جان خودشون را در این مدت از دست دادن برای بیننده های عزیز برنامه شما و شورا صحبت کنیم. این بزرگداشت ها اهمیت خیلی زیادی داره، به دلیل اینه که ابتدا حقیقتی رو افشا میکنه در خصوص این جانباختگان. یعنی روایت های این عزیزان کمک میکنه به کشف حقیقت در مورد چگونگی کشته شدن اونها. با یادآوری نام این عزیزان در انقلاب زن زندگی آزادی و حتی جنبش های پیش از اون، روایت سازی میکنیم اون روایتی که به واقعیت با واقعیت بر, با بر واقعیت سواره. این تلاش جمعی ما برای بزرگداشت این عزیزان و روایت‌های اونها از
اتفاقهایی که افتاده باعث میشه که ابعاد جهانی کشتارهای ایران در خیزش اخیر بیشتر نشون داده بشه و در واقع جهان با یک لایه در پشت این اتفاقها هم روبرو بشه و بتونه تصمیم گیری جهانی رو در مورد مسائلی که در حال حاضر به صورت عادی در روال و جریان هستش بازگو بکنه. آقای اگر ممکنه ابتدا از ویژگی ها و دستاورد های این جنبش برای ما صحبت کنید و در ادامه در فرصت باقی مونده برامون توضیح بدید که چه درس هایی رو در واقع گرفتیم. از نظر من مهمترین درسی که میشه گرفت این هستش که اگر یک حرکت اعتراضی در جامعه ایران شکل میگیره که گرفته و ما میبینیم مرتب در سالهای اخیر این حرکت رو داریم و به صورت موجوار در واقع میاد و مدتی در واقع فروکش میکنه و مجدد شروع میشه، قبل از این که از کلمات و واژه های کلیشه ای از جمله قیام، جنبش، انقلاب، اعتراض استفاده بکنیم، سعی بکنیم که مقداری در واقع خوب بفهمیم این حرکت رو، و چون در واقع تهدیدش این هست که اگر ما یک واژه ای رو بر اساس تجارب پیشین یا نمونه های پیشین برگزینیم، اون وقت طبیعتا انتظار از این داریم که خوب این حرکت مطابق همون توصیفی که ما ازش میکنیم پیش بره، و خب گاهی اوقات اگر پیش نره بنابراین ممکنه موجب تردید و یأس بشه. از سوی دیگر ما میدونیم که حکومت بسیار سرکوبگر هست و بی ملاحظه در خیابان ها میکشه. 98 رو دیدیم، 96 رو دیدیم و میدونیم که به هیچ وجه اجازه نمیده که نهادهای مدنی سیاسی در داخل ایران شکل بگیرن. بنابراین در واقع در جامعه ایران هم ما یک جامعه مدنی ضعیف، اگر جامعه مدنی رو تحت تعریف کلاسیکش بخوایم به صدا نگاه بکنیم در ایران، خب ما اون جامعه مدنی مطلوب رو که در واقع حد فاصلی هست بین مردم و حکومت از طریق نهادهای مدنی نداره. بنابراین یک جامعه مدنی سرکوب شده و ضعیف رو داره. در چنین شرایطی طبیعتاً ما نمیتونیم اگر اعتراضی یا خیزشی اتفاق میفته اون رو به عنوان یک جنبش اجتماعی سیاسی یا حتی انقلاب تعریف بکنیم و طبیعتاً بر اساس اون بخوایم سریعاً موضوع رهبری رو حل کنیم. این درسی هستش که به نظر من میتونیم بگیریم از این جنبش که تعجیلی که داشتیم، نیروهای سیاسی داشتن که فکر میکردن که به سرعت این تحولات به نتیجه خواهد رسید، بنابراین به فکر در واقع جایگزین یا رهبری باشیم. خب تجربه نشون داده که در جامعه ایران حداقل از سال 88 به بعد ما موجهای اعتراضی بسیاری داشت، حتی 78 موج اعتراضی دانشجویان رو داشتیم و این موجها در واقع هر موقع که به هر حال اتفاق افتادن به سرعت سرکوب شدن و مجدد از طریق دیگه برخواستن. پس بنابراین ما مواجه هستیم با یک مجموعه موجهای اعتراضی که زنجیروار به صلاح در واقع بروز میکنن، فراز و نشیب هایی داریم و به نظر میرسه که این حرکت حرکتی است ادامه دار، طولانی مدت و خودجوش، و در واقع که از درون خودش در واقع ابتکارها و سیاستها و برنامه های جدید، روش های جدید مبارزه رو خلق میکنه. کما اینکه ما اساسا روش هایی که جوانان در جنبش 1401 دیدیم اساسا در گذشته نبود. در 1398 ما در واقع تجمعات بسیار گسترده داشتیم، در حالی که در 1401 تجمعات کوچیک بود، ضربه می زدن، پخش می شدن، و اینها روش های جدیدی هستش که جامعه و به خصوص جوانان به اصطلاح آموختن. بنابراین بهتره که درس بزرگ این هستش که ما از فیلتر یا عینک سیاسی خودمون کمتر نگاه کنیم و سعی بکنیم واقعیت جنبش رو بفهمیم. من فکر میکنم که جوانان در ایران در سال در جنبش مهسا در واقع پیامشون نبود که ما رهبر میخواییم، ما نمیدونم یک هدایت کننده میخواییم. پیامشون خیلی ساده بود، ما رو بفهمید، ما یک زندگی ساده و معمولی میخواییم، از ما حمایت کنید. خیلی ساده بود پیام. بعد مذاکرات در مصاحبه هایی که جوانان کردن و به صورت گزارش هایی که میاد خیلی مشهور. بنابراین به نظر من درس بزرگ برای ما به عنوان نیروهای سیاسی این هستش که در واقع کمتر از تجارب گذشته و که تبدیل شدن به الگو، تبدیل شدن به یک پارادایم مشخص، اونها رو بخوایم در واقع
غالب کنیم بر جنبش های جدیدی که در هر آن امکان داره که در ایران اتفاق بیفته. خانم نجات هاشمی، آیا موردی هست که بخواین اضافه کنید به صحبت آقای حمید آقایی؟ واقعیتش اینه که اون چیزی که من تو این 2 دقیقه میخوام بگم اینه که تا جایی که میتونیم باید تلاش بکنیم که روایت های این بچه ها، روایت های این عزیزانی که جانشون رو از دست دادن خصوصا در این انقلاب زن زندگی آزادی مدام تکرار بشه، مدام تکرار بشه. من اول صحبت هام گفتم ما باید وجدان عمومی رو بیدار بکنیم که فقط هم تنها راهش اینه که تکرار بشه این رشادت ها، این جانفشانی ها، این آزادی طلبی های این بچه ها تا بتونه اون افرادی رو که یک تلنگری باشه به اون افرادی که در جای امن خودشون نشستن و منتظرن که یک اتفاقی بیفته که یه روزی و از برای اونها هم بهتر بشه. تشکر می کنم از حضور هر دوی شما عزیزان. امیدوارم که در برنامه های آیندی شما و شورا باز هم میزبان هر دوی شما عزیزان باشم.